سوال از همون چی میخواد؟ میگه کدوم عبارت در ارتباط با شبکه های سلول های عصبی دستگاه عصبی روده‌ای لوله گوارش؟ من یه چیز کلی بهت بگم. لوله گوارش ما یک سیستم عصبی روده‌ای داره، یه سیستم عصبی سمپاتیک و پاراسمپاتیک داره که میشه خودمختار. سیستم عصبی روده‌ای ما عموماً با سمپاتیک و پاراسمپاتیک در ارتباطه، عموماً، و گاهی در ارتباط نیست، یعنی میتونه مستقل کار کنه. سمپاتیک و پاراسمپاتیک خودمختارن و اعصاب روده‌ای هم عملاً میگیم کار غیر اختیاری ما رو میتونه انجام بده، کار غیر اختیاری. ولی چون اونجا خود مختار میگیم سمپاتیک و پاراسمپاتیک، افزاینده و کاهنده کار روده یا کلن لوله گوارش. سمپاتیک کاهنده کار لوله گوارش و پاراسمپاتیک افزاینده. میگی آقا چرا میگی لوله گوارش؟ مگه رو دستگاه گوارش تاثیر نداره؟ خب اوکی، اصلا تو بود دستگاه گوارش. بعد سوال پیش میاد، میگه آقا اصلا دستگاه گوارش با لوله گوارش چه فرقی میکنه؟ لوله گوارش از دهان تا مخرج رو میگن، دستگاه گوارش این لوله به اضافه قد مدایی که میان روش ترشحاتشون رو انجام میدن. حالا و حتی این سیستم عصبی هم جزء دستگاه در حقیقت گوارش میتونه در نظر گرفته بشه، بخشی از دستگاه گوارش. حالا میگه فقط در لایه ماهیچه نفوذ کرده. میگیم نه، ماهیچه و زیر مخاط، یادداشتش میکنیم، بافت عصبیه توی بافت ماهیچه و زیر مخاطه، پس گزینه یک هست. میگه فقط میزان ترشح را در بخش روده تنظیم میکنه. نه، هم ترشح رو تنظیم میکنه هم حرکت رو تنظیم میکنه. پس مواظبش حتما باش که شبکه سلولی عصبی دستگاه عصبی روده‌ای هم ترشح و هم حرکت رو کنترل میکنه. پس گزینه دو هست. میگه میتونه مستقل از عصبی خودمختار یا سمپاتیک پاراسمپاتیک باشه. بله دقیقا برات اینو توضیح دادم که میتونه مستقل باشه اما عموما وابسته است. اینم گفته میتواند. اگر توی تست گفته بود قطعا مستقله میگفتیم غلطه. پس گزینه سه درست. به ندرت تحت تاثیر خودمختار، میگیم نه، عموما تحت تاثیر خودمختار قرار میگیره. پس گزینه 4 رد، گزینه 3 انتخاب میشه.